درود عرض ادب خدمت دوستان عزیز و همراهان همیشگی. ندا رحمتی هستم از پرژین اواردز جوایز پارسی. خیلی خوشحال هستم که امروز در خدمت شما دوستان عزیز هستم. امروز تصمیم گرفتیم که لایوی متفاوت با شما دوستان داشته باشیم. سخن کوتاه میکنم و از آقای وحید ولی دعوت میکنم که به جمع ما بیان و از زبون خودشون در مورد موضوع لایو ایشون سوال کنیم. پینوکیو. چرا پینوکیو؟ پس من از ایشون دعوت میکنم که تشریف بیارند. سلام، احوال شما خوب هستید آقای وحید؟ سلام، خیلی خوش آمدید. متشکرم. صدای من میاد؟ آره بسیار خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحال هستیم که امروز با شما این لایو جنجالی و خیلی متفاوت رو داریم. سخن رو کوتاه میکنم و دوست دارم که اول خودتون رو خوب معرفی کنید تا بریم سراغ موضوع. من وحید ولی هستم، متولد 1359 از شهر سبزوار، بزرگ شده شهر تهران و مقداری هم شهر رشت. در رشته کامپیوتر تحصیل کردم، مهندسی نرم افزار خوندم، بعد از اون در زمینه های مختلف فعالیت کردم. یکی از اون در واقع مباحثی که دوست داشتم خوشنویسی بود، در کنار اون نگارگری بود، اینا رو دنبال کردم و الان در خدمتتونم. کوتاه بگم که حوصله دوستان فرمان. متشکرم، مرسی. یه مقدار از هنر خوشنویسیتون و تصویر برای ما بگید. توی در واقع یه برهه از سن در واقع نوجوانی من تصمیم گرفتم که خیلی از در واقع رشته های هنری رو امتحان بکنم. نمیدونم به چه دلیلی، ولی خب از همه اون چیزایی که امتحان کردم، چیزی که واسه من خیلی جذابتر بود و شیرین‌تر بود خوشنویسی، اونم خوشنویسی خط نستعلیق، یعنی توی اون خود خوشنویسی خب شاخه‌های مختلفی داره، اون من خیلی جذب خودش کرد. حالا نمیدونم به چه دلیل، ولی من در واقع شیفته اون رقص و گردش ها و چرخش ها توی این خط شدم و دیگه ادامه دادم و باهاش دوست شدم. بسیار عالی. اکثر خوشنویسا فقط خط رو می نویسن و تصحیب رو می دونم که با کارشون قاطی نمی کنن. شما چرا هر دوشو با هم دارید؟ خب من فکر می کنم که البته واسه من اتفاقی در واقع شاید رقم خورد، چون خوشنویسی که انجام می دادم به واسطه یکی از اساتیدی که در خدمتشون بودم در واقع آشنا شدم با این هنر خطیب و نگارگری، دیدم جالبه. حالا شاید مثلا در دیدگاه اول خب خوشنویسی با ترتیب دو تا در واقع رشته کاملا متفاوت و دو تا شاخه کاملا مجزا از هم دیده بشن، ولی در اصلشون من به نظرم یک همبستگی دارن. دل هر دوتاشون یه
چیزی رو احساس کردم که اون خیلی نزدیک به هم بودن و در واقع مکمل هم دیگه توی این زمینه قرار گرفتن و خیلی تکمیل میکردن، ولی با یعنی شاید آوازاشون با هم متفاوت بود ولی در کنار هم دیگه یه چیز رو داشتن میگفتن. واسه همین به نظر من اونم واسه هم جالب اومد و اونم سعی کردم که دنبال بکنم. همه اینا در سطح علاقمندی بوده و دنبال میکنم هنوزم که دیدم به چه صورت. یعنی الان مهاجرت باعث نشد که از هنر و خوشنویسی و اینا جدا بشین؟ به نظر من حالا مهاجرت بحثش باز یه بحث به نظر من پیچیده تریه که چرا اتفاق میفته و چرا اتفاقا دیروز تو همین صحبتی که با یکی از دوستان داشتیم همین صحبت میکنیم که ما بعضی وقتا دور بودن از یه چیزی رو دوست داریم. من واسه خودم این شکلی بود که دور بودن از یک چیزی رو، مثلا اگه شما به یک نفری دسترسی نداری احساس دلتنگی براش میکنی و خیلی اونو اون احساس خیلی قوی میشه. بعد اون احساس که قوی میشه آیا درسته واقعیه؟ یعنی اون وقتی که پس اگه اون نفر نزدیکت قرار میگیره پس چرا اون احساس نیست؟ یعنی اگر این حس درستیه در دور بودن باید در نزدیک بودن هم تکرار بشه دیگه، ولی در نزدیک بودن میبینی که شما دوچار اون حس عشق و علاقه نیستی. به نظر من حالا اینطوری تشخیص من خودم این شکلی بود که شاید من در واقع فاصله داشتن رو دوست دارم، یعنی فاصله گرفتن رو دوست دارم. اون چیز اصلی رو که من فکر میکنم خود دوست داشتن اون نفر، اون شخص، اون شهر، اون مکان نیست، خود فاصله هر من دوست دارم. حالا من فکر میکنم یه داستان این شکلی، حالا باز میگم صحبتی که میکنم فقط دیدگاه خودم، نمیدونم چقدرش درسته چقدرش غلطه، ولی اینو عنوان کردم. خب پس بحث مفصلیه، از همینجا از شما قول میگیرم که یه لایو دیگه با هم داشته باشیم، موضوع جالبیه و دوست دارم که بیشتر بهش بپردازیم. در خدمت متشکرم از شما. میدونیم که لایو امروزمون در مورد پینوکیوست. واشنگتن پینوکیو برای عنوان این لایومون، میدونم که خب خیلی از دوستانمون علامت سوال های تو ذهنشونه. پس سوال رو اینطوری شروع میکنیم، چرا پینوکیو؟ چی شد که الان میخواییم در مورد پینوکیو صحبت کنیم؟ پینوکیو من خب یه در واقع تصویر انیمیشنی تو ذهنم بود از دوران کودکی، یعنی به صورت انیمیشن خب اینو دیده بودم، خیلی هم دوست داشتم. با تکرارش، یعنی یه آخرین نسخه که از یه فیلمی عرضه شد در رابطه با پینوکیو، در واقع توی اون فیلم که ارائه شد، توی اون فیلم تصویر از اینجا شروع میشه که پدر ژپتو یک در واقع فرزندی رو داشته که در واقع در دنبال جستجو برای جایگزین اون فرزنده و آرزوی رو میکنه. اون آرزو تبدیل به واقعیت میشه و ساخته دست خودش جون میگیره. ولی یه ذره فیلم رو که دیدم، خب تمام نسخه که موجود بود رو نگاه کردم، قانع نشدم، گفتم کتاب بخونم ببینم کتاب چی میگه. کتابم در واقع کتابایی که خوندم دیدم باز ترجمه سعی کردم که برم سراغ اصل کتاب. یه نسخه اصلی از اون کتاب در واقع پینوکیو پیدا کردم که اونو خوندم. واسم جالب بود که داستان از کجا شروع میشه. داستان از یه کارگاه چوب فروشی شروع میشه که توی این کارگاه چوب فروشی
آنتونیو که صاحب این کارگاهه و به گیلاس معروفه، چون همچنین نوک دماغش سرخه. توی اون کارگاه شروع میکنه مثل هر روز کار کردن، یه تیکه چوبی رو در واقع آماده میکنه برای فروش، که وقتی این تیکه چوب رو شروع میکنه پوسته روش رو تراشیدن و آماده کردن، چوب به صدا در میاد که به من ضربه نزن، به من صدمه نزن. متعجب میشه، میگه خب با خودش فکر میکنه که چوب که خب صدا نداره. دوباره مشغول به کارش میشه، چوب رو یه ذره تکون میده، امتحان میکنه، میبینه نه چوب نمیتونه باشه قاعدتا. دوباره که مشغول میشه میخواد در واقع ضربه بزنه با تبری که داشته، دوباره چوب به صدا در میاد. خلاصه خیلی میترسه، خیلی میترسه، چوب رو میندازه و یه ترسی وجودش رو میگیره. تو همین حین در واقع شخصیت اصلی داستان که پدر ژپتو هست، که اونم یه فرد فقیریه ولی با آنتونیو دوسته، میخواد که تو فکرش ایده ای داشته، این ایده رو در واقع پول نداشته که هزینه بکنه برای به دست آوردن چوب، ذهنش بوده که بیاد با در واقع با آنتونیو مطرح بکنه این ایده رو، که بگه من میخوام یه عروسک چوبی بسازم. بعد چوب نیاز داشته، میدونسته هم که آنتونی بهش قرض نخواهد داد و چوبی رو بهش نخواهد داد، ولی میگه بذار واسه آخرین بار امتحان بکنم ببینم به چه صورت میشه. میره اونجا که آنتونی به خاطر ترسی که از این چوب داشته، این چوب رو به ژپتو میده و ژپتو هم تعجب بکنه، میگه این چوب خیلی زیاده و من این میزان اصلا نیاز ندارم، ولی در واقع آنتونی بهش میگه نه ببر، همه این چوب رو ببر استفاده کن، مشکل نیست. و از اونجا داستان شروع میشه، داستان ژپتو و ماجرایی که با پینوکیو پیدا میکنه. واسه من جذاب شد چون دیدم تو این داستان در زمان کودکیش یه شیرینی های خاص خودشو داشت و یه احساسی من کردم که درسته، در واقع تمام چیزهایی که ما میخونیم، میبینیم، دنبال میکنیم، همشون یه واقعه خاصن با یه روایت، با روایت‌های مختلف، اما ما این که داریم تغییر میکنیم در مرور زمان و ما با خوندن مجدد همون داستان، همون برداشته چندین سال قبل نداریم، این داستان تغییر کرده، ما الان برداشته مختلف میکنیم بر اساس اون چیزی که الان داریم میخونیم، این داستان همونه. و واسه هم جالب شد که با این داستان شروع میشه که در واقع ژپت شروع میکنه به ساختن یک عروسک چوبی، که اول میگه با نامگذاری اون من شروع میکنم، یعنی اول شروع میکنه به اسم گذاری و اسم گذاری جالبه. حالا داستان پینوکیو، خود پینوکیو واژش به چه معناییه، چندین برداشت مختلف میشه ازش کرد، ولی در کل میاد به این نکته اشاره میکنه که پینوکیو رو خود ژپتو تو داستان به این صورت اشاره میکنه بهش که من یه خانواده ای رو میشناختم که اونها پدر پینوکیو، مادر پینوکیو، بچه ها پینوکیو و همه اونها خیلی خوب بودن، ولی ثروت من تعینشون یک گدا بود. یه دفعه من خیلی توی این تیکه خیلی جا خوردم، یعنی چی ثروت من تعین اونها یک گدا بود، یعنی چی، این چه معنی میده توی این داستان؟ یعنی به نظر من یاد محتاج بودن و نیازمند بودن انسان رو به تصویر میکشه که ما همیشه نیازمند و صاحب هیچی هستیم. حالا میخوام یه پرانتزی باز کنم تو این قسمتی درباره پدر صحبت میشه و حالا داستان پینوکیو هم از اون باب که جلوتر میره، حالا اونم میشکافمش که در واقع پدر اونجا چه در واقع موقعیت قرار میگیره، که اصلا داستان پدر و این چیزی که الان این ثروتمندترین آنها یک گدا بود ماجرا چیه. یه
شعری رو حافظ شیرازی داره، میگه که اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. در جواب این شعر صاحب تبریزی میاد در واقع یه نقدی رو به این وارد میکنه، میگه که هر آن کس چیز میبخشد ز جان خیش میبخشد، نه چون حافظ که میبخشد سمرقند و بخارا را. اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را، به خال هندویش ببخشم همه دست و تن و پار. میاد جلوتر زمان معاصر، استاد شهریار در واقع یه کامنتی روی این میذاره، میفرماید که هر آن کس چیز میبخشد به سان مرد میبخشد، نه چون صاحب که میبخشد همه دست و سر و پا را، همه دست و سر و پا را به خاک گور میبخشند، نه بر آن ترک شیرازی که برده از دلها را. اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را، به خال هندویش بخشم تمام روح و اعضا. من بعد این شعر، یه شعری هم من واسم اومد بر این عنوان، به هر آن که از چیز میبخشد از آن خیش میبخشد، سمرقند و بخارا را، همه دست و سر و پا را، تمام روح و اعضا را، از آن خود که دانستند بخشیدند، چه خوش بخشیدن از مال پدر. شاید اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را، به خال هندویش بخشم ز اموال پدر خار. اینجا دیدگاه خودم با این عنوان مطرح میکنم که ببخشید وسط صحبتتون، اموال های پدر رو میخواد ببخشه، این هایی که آخرش گفتی چی میخواد به ما، یعنی کل اموال بابایی که به ما ارث رسیده رو ما میبخشیم. من اینجا دیدگاه هم این بودش که هر آن لحظه ای که شما در واقع ملک مرگ در واقع به سراغ آدم بیاد، ما چیزی برای داشتن اگه داشته باشیم تو اون لحظه تحویل دادن، یه نفتی بوده که کشیدیم و الانه که پس بدیم. حالا اون شاید هم من برای این گذاشتم اونجایی که شاید این نفسی کشیدیم و پس بدیم یا پس ندیم، یعنی در این حد ما مالکیت داریم توی چیزی که هستیم. و این تیکه بود که اون ثروتمندترین آنها یک گدا بود توی داستان پینوکیو با اینجا نقطه تلاقی داشت برای من، که ما در واقع چیزی رو نداریم برای ابراز داشتن کردن، و واسه همین پینوکیو داستانش به نظر من نتیجه واسه من خیلی جذاب شد و ادامه پیدا میکنه این داستان با ساختن پینوکیو. و آقای وحید، من اول خدمت دوستانی که حاضر در لایو هستن سلام عرض کنم، خدمتشون خوش آمد بگم، خیلی خوشحالم که اومدند و دارن ما رو تماشا میکنن. ما از پرژین اواردز جوایز پارسی در خدمت دوستان هستیم، یک سلسله لایو هایی رو داریم از این به بعد در مورد موضوع ها و مسائل خیلی مختلف، که خب تا الان من لایو هایی که داشتم در مورد مسائل روانشناسی بود. امروز با آقای وحید تصمیم گرفتیم که لایوی رو داشته باشیم در مورد پینوکیو. پینوکیو با اون داستانی که ما از کودکی گوش کردیم، برنامه هاش رو دیدیم، فیلم ها رو دیدیم، انیمیش ها رو دیدیم، خیلی متفاوته و دوست داشتیم که این دریافتی، اون ذهنیتی که ما تا الان از پینوکیو دریافت کردیم و با دوستان در میون بذاریم. قبل از این که ادامه داستان رو بریم آقای وحید، تا الان میتونیم بگیم که صدها نوع فیلم و کارتون از پینوکیو درست شده به زبونهای مختلف،
کشورهای مختلف، یعنی هر کشوری که ساختار فیلم و کارتون رو داشته به پینوکیو حتما پرداخته. پس چرا از ابتدای داستان که شما الان شروع کردید به تعریف کردن در مورد اون چوب فروشی، در مورد شخصیت گیلاس، در مورد اینکه ژپتو رفته اون چوب رو گرفته، چرا در مورد این قسمت موضوع هیچ صحبتی نشده؟ در صورتی که میتونیم بگیم که مهمترین موضوع که این داستان اصلا شروع شده، اصلا یعنی ما میتونیم بگیم که حتی داستان با یک ساختاری خیلی متفاوت برای ما شروع شده، یعنی واقعیتی نبوده که تا الان ما باهاش روبرو بودیم و باهاش داشتیم ارتباط برقرار میکردیم. ما به نظرم میرسه که توی حالا داستان اصیل که از تو کتاب اون، یعنی اصیل ترین نسخه‌ای که من تونستم به دست بیارم، این داستان به این صورت نقل میشه، یعنی توی حالت ابهامی ابراز میشه که در واقع چوبی وجود داشته بالفطره که دارای یه سری خواصی بوده، یعنی توی این داستان اصیل این شکلی عنوان میشه. ولی توی در واقع نسخه هایی که من دیدم، چندین نسخه دیدم، اونجا در واقع طی پروسه آرزو این اتفاق میفته. به نظر میاد که برداشتای، یعنی همه اینا برداشتایی هست از کتاب اصلی که اون برداشت ها هر کدومش خب به نظر من برای خودش قابل احترامه، ولی اینطوری میتونم بگم که به نظرم توی در واقع نسخه‌ای که برداشتایی شده اون قطعیت رو از یه جایی خواسته در واقع برسونه به این ماجرا، یعنی یه پاسخ قطعی برای اینکه چرا پینوکیو هست داده شده توی اون فیلم ها، ولی واقعیت این که چرا پینوکیو وجود داره توی داستان اصلی در واقع ریفرنسی نداره و معلوم نیست چرا هست. به نظر من این جذابترین قسمت بودنه همین بوده که منو شاید کشونده تا اینجا که ببینم که چی بوده در پس این پرده این داستان پینوکیو در واقع چه نکته‌ای پنهان شده. یعنی ما اون چیزی هم که در حقیقت میدونیم و میگیم که این حقیقت داره، پس اون حقیقت میتونه نباشه. خب تعریفش با نسبت به تمام آدمایی که در واقع برداشتی رو از یه موضوع میکنن میتونه متفاوت بشه و هر کدومش هم میتونه درست باشه. شما یه داستان رو وقتی میخونین، روایتی رو که از اون داستان برداشت میکنین به واسطه درونیات خودمون متفاوت میشه. الان و پرسیدم احتمال تحریف داستان وجود داشته؟ احتمال تحریف، ببین داستان وقتی فیلم ازش ساخته شده در واقع دیتیل خود کتاب نیست، یعنی یه نسخه رو من دیدم که نزدیکترین نسخه هستش به کتاب. خب اون ببین وقتی شما کتاب رو میخونی، مثلا دارم میگم الان من یه چیزی رو اشاره میکنم بهش، چون این نسخه رو من یادداشت کرده بودم، واسم جالب بود. من یه تصویر ارائه میکنم از توی کتاب و داستان، چون وقتی کتاب شما مطالعه میکنی یه بخشایی رو به در واقع باز میذاره برای تصور شما، ولی وقتی شما یه فیلم رو ارائه میکنین، فیلم قطعیتی میده به اون تصویری که ارائه شده، یعنی چارچوبش بیشتر میبنده و اون تصورات شما رو باز نمیذاره که شما اون تصویر رو تصور بکنین. واسه این به نظرم تو اونجا تحریف نمیتونیم اسمشو بذاریم، به نظرم برداشت اون سازنده، برداشت اون کسی که این در واقع اومده داستان رو نقل مجدد کرده، این اتفاق میفته و واسه خیلی چیزا این اتفاق میفته که از اون داستان اصلی منحرف میشه. یعنی
اگر ریفرنس رو نتونیم پیدا بکنیم، یعنی به اصل اون چیزی که بوده برنگردیم، در واقع اون نسخه های بعدی که ارائه شده همشون در جای خودشون خیلی محترم هم، ولی اصل نسخه اصلی نیستن و شما نمیتونی بهش از اون دیدگاه نفر در واقع سازنده که اون نفر این وقتی این داستان رو به رشته تحریر داره برده، حتما پیامی رو داشته توی اون پیام خودش در اصلی ترین حالت خودش وجود داره، ولی وقتی ما میتونیم اون پیام به نظر من درکش بکنیم که از درونیات خودمون یه مقدار فاصله گرفته باشیم، بتونیم خیلی بی صدا اون داستان رو در واقع دنبال بکنیم. فکر میکنم که یه همچین حالتی من احساس میکنم اتفاق داریم. مثلا من یه هر حقیقتی به جز اون منبع اصلیش حقیقتی وجود نداره، یا یه جور دیگه هر حقیقتی از دیدگاه حقیقتی دیگه حقیقی هست، ولی حقیقتش به اندازه درونیات خودش هست. میگم توضیحش ذره گیج کننده میشه و به نظر من تو اصل این لایف شاید خارج بشه. من میخوام یه تصویر ارائه بکنم از پینوکیو. پینوکیو توی یه جای از داستان همون اول که داره ساخته میشه از دست ژپتو فرار میکنه، هنوز راه رفتن خوب بلد نیست ولی فرار میکنه از دستش، از تو خونه میپره بیرون فرار میکنه، تو مسیر هی داد میزنه ژپتو که وایسا، میخواد بگیرتش، به مردم هم میگه بگیریدش و هیچ کس نمیشنوه، فقط یه سرباز که تو مسیر بوده اون میشنوه، با میسته سر جاش و پینوکیو رو از دماغش میگیره. این که چرا از دماغش میگیره، نماد دماغ چیه توی این داستان، اونو حتما بهش خواهیم پرداخت، ولی وقتی که میگیرتش میاد که تحویل به پدرش ژپتو باشه بده، توی اونجا مردم شروع میکنن، چون ژپتو سابقه خیلی خوبی بین مردم نداشته از لحاظ رفتار با بچه ها همیشه مسخرش میکردن به خاطر کلاهگیتش و دوست نداشته بچه ها را، همیشه باشون بد صحبت میکرد و در واقع لحن بدی داشته با بچه ها. شروع میکنن زمزمه های بین مردم که شروع میکنن که آره این حق هم داریم، بچه اگر دست ژپتو فرار کنه، این الان اگه ببرتش خونه این بچه رو، این بچه معلومه چه چیزی به سرش بده. این زمزمه ها انقدر زیاد میشه که اون سرباز پینوکیو رو رها میکنه، ژپتو رو دستگیر میکنه، ژپتو رو میبره زندان. ژپتو هم هیچ حرفی نداشتی از خوش بزنه، چون دیدگاه عموم بهش خیلی بد میده. اونجا پینوکیو برمیگرده توی خونه، وقتی برمیگرده توی خونه تنها بوده بدون در واقع کسی که کمکش بکنه. خب ژپتو هم فقیر بوده توی خونه، فقط یه تصویر قابلمه روی آتیش داشته که روی دیوار نقاشی کرده بوده و پینوکیو نمیدونسته، فکر میکرد تو خونه همیشه غذا حاضره، ولی تصویر توی خونه، اون غذای توی خونه فقط یه تصویر بوده. میدوه که بره غذا رو اول بخوره چون خیلی احساس گرسنگی میکرده، اولین چیزی که برخورد میکنه به دیوار دماغ بلندش بوده، اولین چیز دماغش برخورد میکنه به دیوار نقش زمین میشه. خب این تصویر توی هیچ فیلمی به نظر من شاید بشه یه چیز نسخه از این کلمات ساخت، یه نسخه ارائه داد، ولی به اندازه آدمایی که اینو میخونن میتونه متنوع بشه. من برداشتی که خودم کردم این شکلی بود که در حین گرسنگی در پی ظرف غذای لذیذ روی آتش میدویم، ولی با دماغ دروغ ناکام میشیم و نقش بر زمین میشیم. هم غذا تصویر بود، هم بینی ما بزرگ. عاقبت در خانه ای که ژپتو نبود تنها بودیم، یعنی ما پدر رو بیرون خونه گذاشته بودیم، ما گذاشته بودیم بیرون خونه، حالا تو خونه حضور داشتیم که همه چیزش در واقع نمایشیه، هیچ چیش واقعی نیست. با آخرتر تو کتاب به این اشاره میکنه که گرسنگی واقعا بیماری وحشتناکیه.
میگم در کل این تصویری که الان ارائه کردم، این تصویر میخوام بگم که حالا اگه بیایم اسمشو تحریف بذاریم، چون همین الان هم که داریم با هم صحبتش میکنیم، وقتی میشنویم یک تصویری از نفر مخاطب که داره اینو میشنوه تو ذهن شکل میگیره، ولی اون تصویری که تو ذهن شکل میگیره، اون تصویر به اندازه تمام برداشت من، یه برداشت این شکلی دارم ازش، نفر نوجوانی که الان میبینه بر اساس درون خودش یه تصویری از خودش ارائه میکنه. پس ما نمیتونیم یه فیلمی رو داشته باشیم که تمام این تصویرها رو هم پوشانی بکنه و یه تصویر دقیقی بر اساس اون نفراتی که این رو میبینن بهشون ارائه بکنه. واسه همین هیچ وقت یه فیلم نمیتونه نسخه روایت درستی از یه کتاب بشه، که باز خود کتاب هم نمیتونه باز یه نسخه در واقع دقیقی از درونیات یک نفر رو ارائه بکنه. ما به جای در واقع سختی میرسیم که اون بخشی که دیگه کار شما در واقع اونجا شروع میشه، بخش روانشناسی، یعنی اون روان. خب پس میتونیم بگیم که هر حقیقتی بستگی به اون دریافت‌های درونی هر کسی برای خودشه. پس من هر حقیقتی که خودم به دست میارم نمیتونم بیام به شما منتقلش کنم، نمیتونم بیام به شما یاد بدم، نمیتونم بیام از شما بخوام که من این حقیقت رو به دست آوردم. بله. پس حقیقت این است، شما هم باید بیای حقیقت من رو قبول بکنی و جز یاران من بشی و ما به وسیله این بزرگ و بزرگتر بشیم و بتونیم این حقیقت رو به گوش تمام دنیا برسیم. دقیقا، چون حقیقت همون لحظه برای شما تاریخ مصرفش همون لحظه است و همون میزان، نه یه ذره بیشتر نه یه ذره کمتر، و اون یکتایی اون لحظه همون لحظه است و هیچ چیزی خارج از اون نیست. یه داستانی رو الان تو ذهنم اومد، داستان دخترم نیوشاست با یه گیاهی که باش برخورد کرد، یه حقیقت تو این داستان نهفته است. میخوام اون حقیقت رو بگم، بعد بگم برداشتش چقدر میتونه متفاوت بشه اگر اونو به قول شما فرمولش بکنیم، بگیم این فرمول برای همه چیز درست عمل میکنه، دوچار چه اشتباهی میشیم. نیوشا توی برخوردی که با یه گیاه داشت، گردنش آسیب دید. از فردای اون روز که ما با هم دیگه تو خیابون هم حرکت میکردیم، یه گل کاغذی گردنش رو خراش داد. اون گل کاغذی رو دیگه، هر گل کاغذی رو که نگاه کرد، دیدم به همه گل کاغذی اینجوری نگاه میکنه، میگه یه گل بد منو زخم کردی. حالا این گل یه گل دیگه ای بود، یعنی شبیه اون بود، ولی اون با خاطره که از اون گل کاغذی داشت گردنش رو زخم کرده، با گلای دیگه برخورد بدی داشت. یعنی همه گلا رو این هم میدید. آره. دیگه همه گل های از اون نوع رو این هم میده. حالا من میخوام که به من صدمه خواهند زد، ولی حالا میخوام بگم که اگر ما این فرمول بگیم که آقا تمام گل ها گل های کاغذی قابل صدمه زدن هم در صورت نزدیک شدن، و ما فقط به گل های کاغذی نزدیک نمیشویم تا صدمه نبینیم. این میشه آقا یه قانون دیگه، میگه ما به گل کاغذی نزدیک نمیشیم تا صدمه نبینیم. پس این فرمول میگیم آقا ما یه فرمول پیدا کردیم، ما به هیچ چیزی نزدیک نمیشیم تا صدمه نبینیم. حالا ما به یه پلنگ نزدیک نمیشیم تا صدمه نبینیم. خب پلنگ منتظر نزدیک شدن ما یا نشدن ما نمیشینه، پلنگ میاد به ما حمله میکنه، ما رو صدمه خواهد زد بهمون. پس ما فرمول خودمون یه فرمول تکبودی یک لحظه در اون لحظه. تقریبا تمام کارهایی که من متوجه شدم، من اینطوری برداشتم، این شکلیه که داستان پینوکیو یه فتح بابیه که در رابطش صحبت بکنیم، اینه که تمام در واقع روایت ها در درست‌ترین حالت خودشون هستن، ولی مخاطبشون اگر در واقع خود نویسنده اثر در نظر بگیریم، خود اون نفر با کسای دیگه که برداشت از این میکنه متفاوت خواهد بود، و شاید خود نویسنده اثر هم از یه سری از زوایای کاری که انجام داده و وسعت اون کاری که انجام داده شاید خبردار نباشه. این چیزی بود که به نظر من رسید، خواستم از این فرصت
که شما در اختیار من گذاشتین و گروه پرشین وار تشکر کنم. در مورد گفتن و شاعرتون چیزی نگفته بودید بهمون. در مورد شعر به قول گفتنی بعضی وقتا یه سری اشعار در یه رابطه هایی که اون احساس من قلقلک پیدا میکنه، یه سری اشعارم در واقع میاد که یه دونه شد تو ذهن من و در مورد پدر و اون موضوع در واقع پدر، مقام پدر بودن و مقام کسی که حالا توی کتاب پینوکیو به عنوان ژپتو ازش یاد میشه، از وقتی چیزایی میاد اونا رو من می‌نویسمشون، دوست دارم، خیلی هاشون هم میاد گوش میکنم، یعنی تو ذهن من میاد میچرخه، خیلی لذت بخشم هست. خیلی هاشون هم انقدر سرعت اون بالاتره که من فرصت نوشتن نمیکنم، ولی بعضیشون خب میمونه، کام خودم رو شیرین میکنه. دوست دارم بعضی وقتا به کسی که دوست دارم هم بهشون بگم و در واقع باهاشون شیر بکنم. خب پینوکیو به کجا رسید؟ پینوکیو داستان به نظر من داستان در واقع خلقت، یعنی خلق شدن پینوکیو که از در واقع اول شروع میشه از این ماجرای چوبه و کارگاهه و اسم گذاری که در واقع میاد پینوکیو اسم گذاری میشه، خیلی جالبه. کتاب از اینجا شروع میکنه که پینوکیو رو از مو شروع کرد ساختن، یعنی اول موهاشو درست کرد و بعد پیشانی، بعد چشم ها، که واسه من خیلی جالب بود که مو چه در واقع داستانی داره توی در واقع خاطره تاریخی ما، چرا اول مو درست شد. حالا میگم هر کدوم اینا باز داستان خاص خودشو داره، ولی واسه من خیلی جذاب بود، هر کدوم از اینا من خیلی درگیر خودش کرد، چرا اول مو درست شد، چرا بعدش پیشانی درست شد، چرا قبل از چشم که ببینه پیشانی درست شده. یه مختصری بهمون بگید. جالب شد. من برداشته، این برداشته که من در واقع میکنم، میخوام در واقع چیز نده، جهتی رو نده، واسه همین میخوام اینا رو باز بذارم. ولی جالبیش حالا اینه که بعد اینا که ساخته شد، میگه اول چشم که ساخته شد، چشم ها به صورت شگفت انگیزی فقط ژپتو رو نگاه میکردن، یعنی تنها فقط به سمت اون نگاه میکردن، که ژپتو در واقع بهشون میگه که آب چرا فقط به من نگاه میکنین، چشم با چشمان بد ازشون یاد میکنین، چشمان بد چرا فقط به من نگاه میکنین، که اون چوبی که در واقع ساخته شده میاد فقط اونجا، فقط نگاهش به ژپتوه. بعد میگه بینی ساخته میشه، بعد وقتی که بینی ساخته میشه شروع میکنه به رشد کردن، که رشدشو نمیتونست متوقف بکنه و میبرید از این بینی تا بتونه در واقع کوتاه نگرش داره. بعدش دهان ساخته میشه، دهان رو که جالبه میگه دهان هنوز ساخته نشده بود که شروع کرد به خندیدن و مسخره کردن ژپتو، و ژپتو توی اونجا خیلی ناراحت میشه از این در واقع مسخره شدن و بهش میگه که به پینوکیو در واقع اشاره میکنه که به من نخند، اینقدر منو مسخره نکن، و اونم دهنشو میبنده ولی زبونشو تا جایی که میتونسته زبون درازی میکنه، زبونش در میاره و به ژپتو زبون درازی میکنه. و حالا یه تیکن تو کتاب داره که میگه ژپتو هم برای اینکه کار دست خودش رو خراب نکنه تمایلی به ندیدن داشت، یعنی تمایل داشته که نبینه. و میگم هر کدوم از این تیکه ها، حالا من نمیدونم، شاید واسه من خیلی شگفت انگیزه، دوست دارم همه اون بخش شگفت انگیزش هم واسه هر کسی مخاطب این لایف هست و میبینه خودش این کتاب رو بخونه، برداشته خودش رو بذاره و ازش لذت ببره، چون هر کدوم این واژه ها به نظر من یه معنای عمیقه توشون نهفته. اینکه تمایل به ندیدن داشته باشیم یک جمله است، ولی توش به نظر من یه دنیا حرفه. و دستارش شروع میکنه، دستارم که درست میکنه ژپتو
اولین چیزی که در واقع باز بر میداره پینوکیو کلاگیت ژپتو رو بر میداره، شروع میکنه مسخره بازی کردن و ژپتو اونجا با خودش فکر میکنه، میگه دیگه خیلی دیر شده برای اینکه این کاری که کردم خیلی دیر شده، یعنی یک حسرتی از اینکه درسته من یه چیزی رو ساختم ولی اشتباه کردم که ساختم و از این اشتباه نمیتونم برگردم، این دکمه برگشت به عقبی ندارم. گوش نداشته و... هر گفتی جز گوش. آره این تیکم جز به چیزاست. البته یه دوست دیگه هم داریم حسن آقای عزیز، ایشون این نکته هم باید باش مشورت میکنم در رابطه با این کتاب، که این تیکه رو که در واقع اونجا که پینوکیو فرار میکنه و ژپتو صداش میزده، اولین لحظه که میگیرنش و میخواسته در واقع ژپتو تحویلش بدن، میره که گوشش رو بگیره بکشه و میبینه که یادش رفته گوش رو نتراشیده برای پینوکیو و همین خاطر بوده که این صدای در واقع پینوکیو رو نمیشنیده، ولی خب اونم به نظر من نمادینه دیگه، نمادینه در این که در واقع ماها گوش رو داریم به عنوان عضوی که در واقع شنوایی رو داره تکمیل میکنه، ولی گوش دادن یعنی شنیدنی درش نیست. و کامران یه سوالی پرسید، آیا پینوکیو اسم پینوکیو ارتباط با قده پینو در مغز ارتباطی داره یا آیا این داستان هوشیارانه نوشته نشده؟ من یکی که اول قبلو بگم که اونجایی که با حسن آقا دوست عزیزمون صحبت میکنم در رابطه با گوش، نکات در واقع چیزی رو توی این داستان پیدا کرد که گفت چطور پس اگه گوش نداشت اونجا شنید که در واقع اینجا دارم در رابطه با ژپتو صحبت میکنم و اینا رو نقل قول چیزی کرده، که جالب بود برام که نقطه نظر یه دوستی در واقع اونجاست که تناقضات توی خود داستان در میاد، ولی داستان خب بی‌نقص نیست، یه جزه جاهاش نقصایی رو داره، اللحاظ کسی که هوشمندانه در واقع میشینه منطق، یعنی منطق صرف وقتی میشه و داستان رو منطق کامل، یه سری در واقع جاهای جالب داره که خب دوچار گمراهی میکنه و این گوش تا به آخر هم نتراشیده میمونه، یعنی گوش رو فرصتی ژپتو برای تراشیدن پیدا نمیکنه، پاها میسوزه یک سری تو داستان ولی پاها دوباره ساخته میشه، ولی گوش تا به انتها خبر تراشیدنش دیگه عنوان نمیشه. خب پس تناقض نمیتونیم بگیم، جاهایی که به نفعمون هست میشنویم، جاهایی که به نفعمون نیست نمیشنویم. با اینکه گوش داریم مثل همون دیدنه، خیلی از اوقات ما خیلی از چیزها رو نمیبینیم، دلمون نمیخواد که ببینیم. درست. اون نکته که فهمیدیم به سوال در واقع قده فینال، یه روایتی در واقع هستش که خود پینوکیو خب اون پینات و قده پینال رو در واقع بهش اشاره میکنه که تو واژه خود ایتالیایی در واقع پینو و اوکیو در کنار هم قرار میگیره که به عنوان چشم سوم ازش عنوان میشه. یه تیکه برداشت دیگه هم برداشت پینو که همون درخت در واقع بکنم بلوط باشه یا کاج، اون نوع درخت که میگن بر اساس اون نامگذاری شده، یعنی یه چیز چند وجهیه به نظر من، و این تیکه اسم خود اسمه یه اسم به نظرم یه اسمیه که خیلی هوشمندانه انتخاب شده و خیلی چیزا در درون خود این واژه در واقع اسرارگونه باقی خواهد تا به نظر من. و این چوبم همون چوب بلوطه میتونه باشه از پینو. آره میگم چند وچیه، این اسم چند وچیه، درست مثل به نظر من انسان که انسانم یه وچی نیست، ما میتونیم یه چیز بعدش عنوان بکنیم بگیم گوشت و پوست و استخونیم، ولی خب این داستان یه مقدار از این به نظر من چند بودی تره. آره و داستانش این شکلیه. یه سوال دیگه پرسیدیم اون از یادم رفت الان، یه سوال دیگه شما پرسیدیم داستان هوشیارانه نوشته نشده به نظر
نظر من حتما هر داستانی که گفته میشه حتما یه سری پیام هایی تو خودش داره. حالا از میگم برای من خیلی پیام های خیلی مختلفی داشت با روایت، یعنی با مجدد خوندن این کتاب. من شاید تو این 6-7 ماه شاید نزدیک مثلا به شاید حداقل 20 دفعه یا شاید یه ذره کمتر بیشتر این کتاب رو خوندم و هر دفعش، یعنی هر یه جملهش واسه من یک فصل جدیدی رو باز میکرد. یعنی خیلی چیز داشت ازش گذشتم، خیلی یعنی واسه من خیلی پربار شد و به نظر من فوق العاده کتاب جالبیه. ولی چی میگن، نکات جالبش بر اساس درون شما میتونه متفاوت باشه. من یه سری چیزا ازش دریافت کردم، دوست داشتم با یه مقدارش اینجا عنوان کردم. انشالله هر کس دوست دارش بود، علاقمندی اگه ایجاد شد، اون نسخه کتاب اصلیش هم PDFش رو من توی در واقع آرشیوم دارم، اونم میتونم تقدیمشون بکنم هر کس دوستان خواست. نسخه زبان انگلیسیش هست، یه مقدار حالا شاید با ترجمه و چیز و اینا سخت‌تر باشه مطالعهش، ولی شیرین‌تره به نظر من. حالا یعنی یه ذره کنتر آدم پیش میره ولی شیرین تره. واژه ها اون چیزیه که شما در واقع شما رو دچار چالشی خواهد کرد. درسته. پس دوستان عزیز اگه هر سوالی در این رابطه داشتن خیلی خوشحال میشیم و آقا وحید حتما قول میدن که به سوالاتتون پاسخ بدن. یه صحبت دیگه ای که حالا زیاد حوصله دوستانم سر نبریم، در مورد مجموعه جوایز پارسی پرژین اوارز میخواستم ازتون بپرسم. نظرتون در مورد این مجموعه تو این مدتی که باش آشنا شدین چیه؟ مجموعه من یه درک کلی ازش پیدا کردم. اون درک کلی به این صورت هستش که من به نظرم یک شخصیت ثانویه از ایران میخواد ارائه بکنه. این شخصیت ثانویه که از ایران میخواد ارائه بکنه در واقع شخصیتیه که روی نقاط قوتش داره برنامه ریزی میکنه. روی نقاط قوت برنامه ریزی میکنه، طرحی داره و داره پیش میره. انشالله امیدوارم که موفق باشن توی در واقع پیشبرد اهدافشون. و نکاتی هم که به نظر من رسید تو این زمینه این که در واقع یک وقتی شما یه شخصیت جدیدی رو میخوای خلق بکنین، اون شخصیت جدید در واقع به همون میزان که میتونه پرتوان باشه و وجهه خیلی خوبی داشته باشه، خیلی خطرات و خیلی آسیب ها رو میتونه در پیش رو داشته باشه. مثل به دنیا اومدن یه نوزاده، در اوائل به دنیا اومدنش خیلی آسیب پذیر میتونه باشه، خیلی انعطاف هم میتونه داشته باشه. کار سختی در پیش دارین. امیدوارم که این مجموعه بتونه با جمع‌آوری و صادقانه عمل کردن جلو بره و تو هدفهایی که تعیین کرده موفق باشه. چون در واقع من معتقدم که ایران یک شخصیتی برخلاف اون چیزی که الان تو دنیا ازش دیده میشه هست. واقعیت ایران هنوز دیده نشده به هر دلیل که من نمیدونم، خیلی از دلایل مختلف، من اطلاعاتم خیلی ناقصه و خیلی کمه، ولی میدونم که اون چیزی که هستیم نشون داده نمیشیم، یعنی حداقل با چیزی که واقعیت وجودمونه متفاوتیم. انشالله امیدوارم موفق باشم تو این برنامه‌ای که دارن و دوستان خوبی که حمایت میکنن روز به روز موفق تر بشیم. بسیار عالی. خب پس میتونیم بگیم که ما وقتی که همگی با هم دست به دست هم بدیم، با هم دیگه فعالیت بکنیم، با هم دیگه همکاری بکنیم،
میتونیم جلوی خیلی از این آسیب هایی که الان شما گفتید و جلوشو بگیریم. وقتی اون کاری که با اتحاد ما میتونه پیش بره، خب زنجیره خیلی قوی میتونه داشته باشه، در مقابل خیلی از آسیب ها میتونه ایستادگی کنه. واژه ها به نظر من کارها رو خیلی آسون جلوه میدن، ولی حقیقت یه چیزی خیلی سختتر و دشوارتر و پیچیده تر از این چیزی که ما در واقع عنوان میکنیم هست. واسه همین من به نظرم از کلام در میده، یعنی باید حرکت کرد. حرکت کرد، حرکت خودش میتونه بقیه چیزها رو در یه چارچوب ارائه بکنه. وقتی حرکتی انجام نشه و به پرگویی پرداخته بشه، اون پرگویی باعث میشه که از پرداختن به همون موضوع ما صرف نظر بکنیم. واسه همین به نظرم حرکت باید شروع بشه، اگر در واقع قدم ها کوچیک هم هست، ولی اون قدم ها کوچیک باید برداشته بشه. قدم های کوچیکه که ما رو از اون سهل انگاری، یعنی سهل دیدن هر چیزی که داره اتفاق میفته، جدا بشیم، جلو بریم به امید خدا. پس نگیم هم که راهمون سخته، پر از آسیبه، شاید نتونیم، شاید از اختش بر نیاییم، شاید این احتمال هست. آره، همیشه این احتمال هست، همیشه. اصلا اگر روزی رو ما شروع بکنیم بدون مشکل، بدون دغدغه ای بلند شدیم دیدیم هیچ مشکلی نداریم، باید واقعا بدونیم که یه جای کار مشکل هست. به نظر من نه، این جواب بکنیم هرچند حرکت های خیلی کوچیک و کوچیک به اندازه توانمون. دقیقا. خیلی متشکرم از شما، مرسی که امروز وقتتون در از شما از دوستانی که میبینن بفهمه. از دوستانی که میبینن این لایو رو تشکر میکنم، وقتشون رو گذاشتن، امیدوارم حوصله‌شون سر نرفته باشه زیاد، یه کم سر رفته باشه و هر جا که اصلا خوش باشه. رها بانو چندین بار نوشته آقا وحید خیلی پیر شده، جوابش رو بدید. پیر شدم دیگه، این عدد من خارجه، من نمیتونم کاری کنم، من پیر میشم. خیلی متشکرم از شما، مرسی وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید، ما رو تماشا کردید و دوستایی که در آینده ما رو تماشا میکنن، امیدوارم که لذت برده باشید. هر سوالی که داشته باشید ما در خدمتتون هستیم. از مجموعه پرژین اوارز جوایز پارسی در خدمتتون هستیم. بدرود، پایدار و مانا باشید. خدا نگهدار.